دوستان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 22 از ماه ژانویه سال 2016 در روزهای جمعه حدود یک ساعت و نیم خدمت شما هستیم که این برنامه ها مدت مدیدی است از ساعت 9 به وقت لس آنجلس پخش شده. از همون طوری که خدمتتون عرض کردم، قرار است ما این برنامه رو در واقع ساعتش رو پایین بیاوریم. با آقای شجره رو کرات صحبت کردیم، فکر میکنم عملی بشود، یا 11:30 خواهد بود، 11:30 صبح که بازپخشش 9 شب خواهد بود، یا اینکه از 9 به 6 تنزل خواهد کرد. در واقع این صحبتی است که ما با آقای مهندس شجری کردیم. امشب هم میهمانی نداریم، بنده در خدمتتون هستم. اجازه بفرمایید که یک غزل خیلی خیلی زیبا و خیلی خیلی معروف از حافظ خدمتتون بخوانم، بعد برویم در واقع سراغ مطالب دیگه. فرمود: هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، اون که این کار ندانست در این کار بماند. اگر از پرده برون شد دل من، عیب مکن شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند. صوفیان واستدند از گرو می، همه رخت دلق ما بود که در خانه خمار بماند. محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، قصه ماست که در هر سر بازار بماند. به قدر این روزگار حافظ، روز احوال اجتماعی روزگار حافظ مانند روزگار ما بوده است که گویی حافظ در روزگار ما زندگی می کند و غزلهاشو یکی پس از دیگری منتشر می کند. ما هم می خوانیم، می گوییم به به چه راست می گوید حافظ. این حافظ شیرازی می گوید محتسب شیخ شد و فسق خود از یا ببرد. در واقع اینو بایستی برعکس بخوانیم: شیخ محتسب شده امروز. در واقع شیخ محتسب شده. تفاوت فقط در اینجاست، چون اون چه حافظ میگوید راجع است به امیر مبارز الدین محمد از خاندان مظفری که آمده بود در شیراز، و هر جا میگوید محتسب معمولا به او راجع است. محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، قصه ماست که در هر سر بازار بماند. هر می لعل که از آن دست بلورین ستدیم، آب حسرت شد و در چشم گوهربار بماند. جز دل من که از ازل تا به ابد عاشق رفت، جاودان کس نشنیدیم که در کار ما. گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس، شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار. داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشی، خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند. در جمال تو چنان صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا در در و دیوار بماند. به تماشاگاه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آوید و جاوی گرفتار بما. و خدمتتون عرض کنم که اینم غزل
حافظ همونطور که پیش از اینم اشاره کردم و سپرجانم فلایرش رو خواهش میکنم نشان بدهد، روز 31 که یک شنبه خواهد بود ما در اوکلاهاما سیتی خواهیم بود، اوکلاهاما، در پترولیوم کلاب. بله آدرس اونجا هست شماره 100 نورث، اون آدرس زیر هم نشون بدین اگه ببرنش بالاتر نشون داده میشه. بله شماره 100 نورث برادوی، شماره 3400 اوکلاهاما سیتی اوکلاهاما، و شماره تلفن 405-760-2637. این عرض کنم که تلفن اطلاعات هست. از دوست گرامی آقای علوی می توانید با ایشان صحبت کنید. خدمتتون عرض کنم در این شهرهای آمریکا که ایرانیان هستند مناقشات خودشون رو دارن، اصلاح طلب ها در یک سو صف کشیدن، سلطنت طلب ها یک سوی دیگر صف کشیدن، مذهبیون سوی دیگری صف کشیدن، یک تعداد قلندر هم هستن آزادی خواهان که اونا هم هستن یک گوشه ای. بله این جنگ عرض کنم که جناحی هست. حالا به جای اون که همه این هموطنان گرامی در یک جا جمع شدن، چون مشکل عمده ما جمهوری پربرکت اسلامی است، این سخنانی که حالا ما 15 نفر اینجا هستیم و 12 نفر اونجا یقه گیری هم بکنیم و پشت سر هم حرف بزنیم و این اون رو نفی بکند و اون این رو نفی بکند، باید ببینیم که در این تصویر بزرگی ما قضایا رو نگاه بکنیم. خندمون هم میگیرد که خیلی کمدیه. مثلا فرض کنید در شهر ساراتوگا، یک شهر دهمانندی است، 12 تا ایرانی دارد، اینا هر 2-3 نفرشون طرفدار یک عقیده هستند و یک جبهه دارند و به دیگران میتازند، شبها هم دستان میگیرند و هر پشت سر اینا و خلاصه جنگ نفاق در گرفتند. انگاری که ما می توانیم مثلا 3 نفر هستیم، 3 تا اصلاح طلب هستیم، می توانیم اصلاح طلبی رو در ایران بیاوریم. یا فرض بفرمایید که 4 نفر سلطنت طلب هستیم، ما 4 نفر می توانیم کاری انجام بده. داستان مضحک هم هست، بعد حرف های عجیب و غریب هم گاهی اوقات ساطع می شود از این گروه های مختلف، و اصولا رسم ماست، سنت ماست که اگر دیدیم یک شخصی در جامعه به اندازه 2 میلیمتر 2 میلیمتر اندکی قد کشیده، سعی بل یک به جای می آوریم، بلکه لجن مالش کردیم، بلکه اون رو در جوی لجن خفه کردیم، بر خیالمون راحت شه و بگویم خدا رو شکر که به زمینش زدی. این یکی از کاستی های فرهنگی ما بوده و هست. ما بایستی از خودمون هم انتقاد بکنیم. آخه داستان عباس میرزا رو میخوندم، خب این برادر زیاد داشت به جهت این که پدرش ماشاءالله تعداد، یعنی مورخ که نام برده زنان این مرد رو و بچه هاشو، میانه کار رو رها کرده، گفته بسیار بیش از این هاست که من گفتم. مرد دلاور عباس میرزا، تنها آدم درست حسابی، برادرانش وقتی این شکست میخورد جشن میگرفتن، تو فکر بکنیم کمک هم نمیکردن. آخرش هم برداشتن به ژنرال روسی نوشتن که قربان ما حاضریم دست و پای اینو ببندیم، عباس میرزا رو بفرستیم اونجا. ژنرال روسی میگه تنها آدم حسابی که بین اینا بود همین عباس میرزا بود، ما اگر گفتیم اگر این عباس میرزا رو ما با کی بخوایم بنشینیم سر میز مذاکره. اساساً این یک عرض کنم که
کاستی خیلی خیلی ناجور فرهنگی است که وقتی میبینیم یک کسی توفیقی در امری حاصل کرده آرزوی مرگش رو میکنیم و روز به روز میگیم هنوز زنده است. وقتی که مرد خیالمون راحت میشه و یک نشاط همچین نشه آوری هم به دلمان وارد شود. خلاصه این مطلب چطور میسر است، چطور ممکن هست که یک ملتی 2500 سال تاریخ داشته باشد، 200 سال تاریخ مدرن کار سیاسی داشته باشد، یه حزب نداشته باشد؟ این به جهت این است که وقتی اعضا جمع شدن یکی سخنی گفت که به دل بقیه نشست، فردا هم که آمد همه به او به احترام نگاه کردن، دشمنان پیدا میشن پچ 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 کنان که ما آقا باید انشعاب کنیم، این مگه کیه؟ اوضاع احوال ما عرض کنم که چنین است دوستان. حالا در مورد مخلص عرض کنم که ما بارها گفتیم آقا ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. در واقع سخنان نگفته بسیار بوده است در این تاریخ، لایه لایه خیانت و دروغ بر روی هم جمع شده و تا اونجایی که به دست ما رسیده است عرض کنم که بدون ترس و وحشتی از کسی یا بدون چشم داشتی یا مصلحتی ما در خدمت شما بودیم. قریب 30 سال هست، قریب 15 سالش در تلویزیون بوده است، داستان ها می سازم. یه خانم محترمی فرمودن که البته حدود 3-4 سال پیش شاید بیشتر، که اسرائیلی ها ماهی 400 هزار دلار به این مشیری پول میدن اسلام رو خراب کنه و این به صلاح ما نیست، بچه های ما نیازمند این اسلام هستن. یک کسی دیگری، اخوانی محترم دیگری که آمریکایی ها ماهی 500 هزار دلار بهشون میدن که اسلام رو خراب کنه، فلانی حرفا. از این قضیه بسیار است، اجازه بدید که وارد مطلب نشویم. ما یک دکتر محمد مصدقی داشتیم، از ما بود آقا، از قبیله ما بود، مرد ما بود. اگر بگوییم که گاندی مرد هند بود، این مردم مرد ایران بود. با 2 سال و 2-3 ماه نخست وزیری به این ملت غرور داد و در واقع چگونه عرض کنم، برای نخستین بار در تاریخ ایرانیان مشترک الفکر شدند در یک راهی، اونم راه عرض کنم که منافع ملی و استقلال داشتن غرور. ما خود در مقابل انگلیس ها و خارجی ها خیلی حقیر فرض میکردیم، ناگهان قد کشیدیم. چه کسانی آمدند به او خیانت کردند، باور نکردنی. آخرش هم که داستانشو میدونم. حالا از این داستان ایزاد بیرید بگذاریم و وارد بشویم به موضوع انتخابات. بزرگترین خیانتی که به این ملت شده است در این 20 سال گذشته، خیانتی است که خمینی در دزدی انقلاب کرد و اون رفراندومی که گرفت. و عجب اون که ما مردم زیر بار این قضیه رفتیم. آقا ما به یاد داریم، ما تاریخ 50-60 سال گذشته رو مثل کف دستمون میدانیم، من خودم عرض میکنم همه میدانم که موضوع چه بود، درد چه بود، کم بود چه بود، چه چیزی بود که نبود که وجودش بایسته بود و وجودش شایسته بود و فقدانش دردمند بود. آزادی سیاسی بود، نه کسی جستجوگر حج بود، نه کسی دنبال جهاد بود، نه کسی دنبال اسلام بود، نه کسی نماز و روزه کم داشت. آزادی. آمد رفراندوم گذاشت،
جمهوری اسلامی بله یا خیر؟ چون مغالطه از این کثیف‌تر و از این خائنانه‌تر نمیتوانید پیدا کنید. آقا حداقل این بود که پادشاهی مشروطه یا جمهوری اسلام مثلا فرض کنید. حق انتخابی نیست که. جمهوری اسلامی بله یا خیر؟ و از همان روز تقلب و دروغ آغاز شده است در کار اون چه به غلط انتخابات گفته میشه، هنوز هم ادامه داره، هر روز هم رأی میدهی. آقا این آقای جورج بوش پدر، جورج بوش پسر، یه روزی انتخابات شد، اینا آدم دورشون تموم شد، دیگه اصلا در صحنه نیستن، اصلا مطرح نیستن، دیگه نیستن. 30 و چند سالیست ملت ایران رای میده، هنوز رفسنجانی هست، هنوز نمیدونم اون یکی آخوند گلپایگانی هست، هنوز آقای علی خامنه هست، هنوز این همه اینا که بودن هستن. انتخابات برای تعویض دستگاه قدرته، به خصوص که اگر خیانتکار و جنایتکار باشه و حقوق ملت رو پایمال کرده باشه که دیگه بهتر، اصلا حق موندن بر قدرت رو نداره. همینایی که امروز هستن و بر قدرتن و به جنایت و دزدی و عرض کنم به هبا و هدر دادن مال ملت مشغول هستن، همون 36 سال پیش هم بودن، همون رای به اینا میدادن، هنوز هم رای به اینا میدادن. رای میدیم که چه بشود؟ رای برای تغییره. در واقع انسان مدرن انقلابش رو با رأی انجام میده، نه با شمشیر. رأی اینها تئاتر درست کردن، اینا آخوندن، فراموش نکنه اینا کی هستن. حالا انتخابات دلار شور، انتخاب مجلس از این سو، مجلس خبرگان نمیدونم چی از اون سو، اینها و آقای رهبر فرمودن که ما که نگفتیم که شما میتوانید بیایید وارد مجلس ما بشوید که کسانی که با ما مخالفن، گفتیم میتوانن رأی بدن، ما نگفتیم میتوانن انتخاب بشوند، رأی میدهید به اونایی که ما انتخاب میکنیم. اینم یه جورش است. خدمتون عرض کنم این رأی دادن، پیش از این هم اشاره کردم، یکی از بزرگترین ابداعات و اختراعات بشر بوده. سابقش به یونان قدیم باز می‌گرده. چندین قرن پیش از تولد مسیح این داستان این که دموکراسی چیز خوبی است مطرح بوده. اصلا این واژه یونانی است، دموس به معنی مردم، دمو ما رو میگیم دمو، یه چیزی به مردم، یعنی مردم به قدرت، قدرت مردم، دموکراسی. سایر لغات هم که بیان کننده نوعی از حکومت هستن، اون هم یونانی هستن، اولیگارشی نام یونانیست، ارستوکراسی یونانیست. اینا مورد بحث و فحص فیلسوفان هم بوده. در یونان در آتن ابتدا دموکراسی آمد و بعد در جاهای دیگر. یکی از عللی که در واقع یونان چشم چراغ علم و معرفت تاریخ بشر هست این بوده است که اینها جزایر پراکنده داشتن، یک جا نبود که یک نفر چماق به دست بگیرد و دیکتاتوری را بندازد. این است که در جاهای مختلف پراکنده بودن اینها و زبانها باز بود، حرفها گفته می شد، به خصوص پیش از پیدایش اسکندر ملعون. ملعون که می گویم در واقع ایرانی ها گوجستک میگفتن، گوجستک یعنی ملعون،
تاریخ باری این باعث شده بود که یک نوع حال و هوای آزاد حاکم باشد بر جامعه و دیکتاتوری بزرگی به وجود نیاد، چون جاش جایی نداشت اساسا برای دیکتاتوری بزرگ. اینا ارسطو گزارش میکنند که اولین جا در آتن بود و اونجا بهش میگفتن دایرکت دموکراسی، دموکراسی مستقیم، جمع میشدن و رأی میدادن. البته زنان حق رأی نداشتن، بردگان حق رأی نداشتن. از 200,000 تا 300,000 شهروند آتن بین 30,000 تا 50,000 نفرش رأی میدادن. بایستی در واقع یونانی باشد، صاحب زمین باشد، مرد باشد. همین داستان را هم آمریکایی‌ها مد نظر داشتن در نوشتن قانون اساسی. کسی میتواند رأی بدهد که white male property owner، یعنی سفیدپوست باشه، مردم باشه، صاحب زمین باشه، پراپرتی داشته باشه. اینا میتونن رأی بدن. بنابراین در شهر آتن اون روزگار بین 30,000 تا 50,000 نفر میتونستن رأی بدن. دایرکت دموکراسی از نظر این که رأی رو میدادن، هر کسی قرار بود صاحب شغلی باشد مستقیما انتخاب میشد. دموکراسی امروز آمریکا به یک نفر رأی میدن، اون در واقع هیئت خودش رو میاره. اما در دموکراسی آتن اینش بهتر از دموکراسی امروز بوده. هر کسی پشت میزی مینشست که کار دولتی میکرد، او باید انتخاب میشه توسط مردم مستقیم. منتها عرض کنم که تداومی نداشت، به حدود 70 سال. این دموکراسی همون دموکراسی است که سقراط رو محاکمه کرد و بعد شاگردان سقراط روی برتافتند از دموکراسی، مثل ارسطو، مثل افلاطون. اینا علیه دموکراسی مطالب زیاد نوشتن، چون استادشون رو این دموکراسی محکوم به اعدام کرده بود. حالا بگذاریم. و بعد شهرهای دیگه، از شهرهای دیگر خیلی نام کم رفته. بعد یک نوع رأی‌گیری هم بوده است در امپراتوری روم، رأی‌گیری، و کشیده است به در واقع بعدها به اروپا، که این رأی‌گیری در واقع رأی‌گیری این چنینی که امروز داریم نبود، که جهانی باشه، در واقع مرد و زن باشن، در واقع فقط مسئله شهروندی مطرح باشد، نه رنگ و پوست و جنسیت و اینها نبود. عرض شود که و مجلس، کسانی که درش نمایندگی میکردن اینها صاحب کورپوریشن های بزرگ بودن یا از طبقه بورژوازی بودن، تا 1832 که قانون عوض شد و وضعیت به گونه دیگر شد و این رأی گرفتن و پارلمان اینا از انگلستان آغاز شده. و بعد هرچی پیش آمدیم موضوعات دیگری مطرح شد، نه فقط داشتن پراپرتی، نه فقط داشتن زمین اینا، بلکه انسان بودن کافی است برای کسی که در واقع شهروندی است که میخواهد انتخاباتی بکند. انتخابات برای چه انجام میشه؟ به لحاظ این که یک جامعه بزرگ یک شهر فرض فرمایید 2 میلیون نفری یا 200,000 نفری، همه که نمیتوانند که بر مقدرات عرض کنند که اون شهر یا اون کشور حاکم باشن، بایستی معدود آدمهایی مسئول این کار بشوند و این معدود آدمها انتخاب میشوند از طریق دادن رأی، در دیگه دادن رأی. و رفته رفته موضوع حقوق زنان مطرح شد و عرض کنم که در همین آمریکا نبود،
زنان حق رأی نداشتن. سال 1920 زنان آمریکا صاحب رأی شدن و 1928 انگلیس ها، 1944 فرانسوی ها، عرض کنم که زنان حق رأی پیدا کردن. و امروز کافیست شما شهروند باشید، به سن قانونی رسیده باشید و رأی بدهید. رأی دادن شریفترین کاری است که انسان مدرن میکند برای انتخاب دولتی جدید با دید بهتر به آینده. پشت سر نگاه نمی کنم. این فرهنگ آمریکایی پشت سر نگاه نمی کنه، آینده رو نگاه میکنه. و همواره این شعار آمریکایی است که the best is yet to come، بهترین ها در راهند، نیومدن هنوز. ما شرقی ها فرهنگمون بدین گونه است، همواره گمان میکنیم بهترین آدم ها، دانشمندترین آدم ها، در واقع هوشیارترین آدم ها مردند و رفتند. شاید بدون جهت است که روز به روز کار ما خرابتر شده، رحم مایوس شدیم از حال و به آینده و حالت یأس نگاه میکنیم. بنابراین وقتی که انسان به یأس، به وضع حال آینده خودش نگاه کنه، مجبور میشود روی بگرداند و به گذشته نگاه کند. همان گونه که اروپاییان بیزار شدن از این کلیسا، بیزار شدن از این در واقع بیعملی و در جا زدن کلیسا در همه امور، که هیچ دری رو به هیچ باقی نگشود این کلیسا، آمدن و نسبت به کمال و جمال امپراتوری روم و یونان اینها ابراز علاقه شدید کردن در عهد رنسانس، و یک بازگشتی بود اینا که و خود رو رها کردن از زحمت حکومت دینی، چون حکومت دینی اصولا آدم دینی صاحب فکریه کاشف نیست، اهل تقلید و تکرار است. 10,000 سال دیگه هم که بگذره، آخوند همون آخونده، همه حرفا رو تکرار میکنه. بنابراین شما آخوند کاشف نمیشناسی. حالا کشف در امور عقلی عرض نمی کنم، فیزیک و شیمی نه. 4 تا عبارت ادبی در این غزل حافظ که خوندم، 3-4 بیت اینجا هست که شاهکار ادبیات. شاهکار ادبیاته. اما در کار آدم دینی به جهتی که ذهنیتش قالب ریزی است، شما هیچ راه، هیچ روزنه به هیچ راهی پیدا نمی کنید. سلفی که می گویند، اینا همشون سلفی هستند در واقع. حالا یک گروهی اسمش می ذاره سلفی، ولی آخوند اساسا سلفی است و معتقد است به مردگان، به مردگان 1400-1500 سال پیش. در قانون 1832 که در واقع پارلمان انگلیس گذشت، که دست اریستوکرات ها و ثروتمندان و عرض کنم اون طبقه والا رو کوتاه بکنن از سرنوشت ملت، به نام قانون راتن براوز گفتن. راتن یعنی گندیده، براوز جمع براو هست، و اینها در روزگار در واقع قرون وسطا یه تعدادی آدمایی بودن در یک طبقه ثروتمند که خونه ها رو کنار هم می ساختن، و یعنی ما طبقه ممتازی هستیم، و اینا براو می گفتن و امتیازات ویژه داشتن. بنابراین اون قانون رو که برای کوتاه کردن دست این گونه آدم ها بود، راتن براو گفتن.
داستان یعنی گندیده. اینا هم اینجا ما این مجلس رو و این تشکیلات رو واسه ببینیم که شیوخ گندیده در واقع بگذاریم. هر شود که برمیگردیم سر موضوع رأی و رأی در واقع در لغت جدید از اونجا میاد که کشوری دارای قانون دموکراتیک هست و احزاب هستند و انتخابات میگویند contested election. contested یعنی که مسابقه باشد بین احزاب و این احزاب فعالیت بکنند، برنامه های خود رو برای مردم بیان بکنند، نمایندگان اینها با مردم صحبت بکنند، مردم گوش بکنند به این حرفا، به مناظره ها، به مباحث، به سوابق، به تجارب، به همه اینها نگاه بکنند و بعد رأی خود رو به صندوق بیندازند. اگر که در واقع رقابت نباشد، رقابت سیاسی، رأی هیچ معنی ندارد. میگویند contested. این لغت خیلی خیلی مهم هست اینجا در کار دموکراسی. و بعد انتخاب میشه. 4 سال بعد، 6 سال بعد، خوب یا بد، چون مسئله قدرت با فساد توأم هست، باید تشریف ببرن. تبدیل می شود به یک آدم عادی در جامعه، رئیس جمهور آمریکا به مدت 4 سال، بزرگترین قدرت این کشور هست، مقتدرترین مرد جهان هست، بعد ناگهان می شود یک آدم معمولی، یک کسی دیگه و مرتب کشور نو میشه و در واقع انقلاب تازه میشه. هر سال، هر 4 سال در کشورهای دموکراتیک در واقع انقلاب میشه. گروهی میآیند و گروهی هم تشریف میبرند. حالا این موضوع رأی رو عرض کردم خدمتتون. خب به انواع اقسام تقلب ها بودن از زمانی که این داستان دموکراسی باب شده است و به میان افتاده است و عرض کنم اینا در موضوع رأی گیری تقلب ها بسیار شده. چه بسا انتخابات شد که صندوق ها رو عوض کردن، چه بسا عرض کنم که انتخابات شد که پای هر صندوقی با سرنیزه یک سرباز ایستاد که ببیند که چه کسی به چه کسی رأی میدهد، که در واقع قانون دموکراتیک بوده و در عمل نبوده. و در کشورهای دموکراتیک مثل خود آمریکا هم در واقع ترفندهای بسیار می شود زد که موضوع در واقع این رأی و عرض کنم که فرایند دموکراتیک رو به یک وضعیتی عرض کنم که باطل کرد به نوعی. یکی از اینها به عنوان مثال تداوم جنگ، کشور در حال جنگ، انتخابات میشه، مردم در حال جنگ، وقتی کشور در حال جنگ معمولا فرمانده کل قوا رو عوض نمی کنن. میگوین مسئلش هم خیلی مشهوره، میگن ما به وسط رودخانه که ما چرخ رو عوض نمی کنیم. یکی دیگه جنگ رو ادامه بدیم. یکی دیگر این هست که شما در واقع اعمال قدرت بکنید، اعمال قدرت بکنید در موضوع انتخاباتی که شد بر آقای الگور بود و آقای جورج بوش پسر بود. الگور برنده بود و اشتباهاتی کرده بودن اینا در واقع رپابلیکن ها تقلب کرده بودند، چون می دانستن ایالت فلوریدا سرنوشت رو معلوم می کنه، بیشتر سیاهان
به دموکرات ها رأی می دهند برای که الگور نشود آمدند و بسیاری از سیاهان رو به عنوان دارای سابقه جنایی اینا رو اجازه رأی به اینها ندادند و بعد هم که مناقشات بالا گرفت و کار به شمارش آرا رسید باز الگور برنده بود. اما پدر آقای بوش یعنی بوش اول عرض کنم که در دستگاه قضایی آمریکا نفوذ داشت، از این 9 نفر قاضیان در واقع مادام العمر دادگاه عالی آمریکا 5 نفر اینها رپابلیکن بودند، 4 نفرشون دموکرات، یک مرتبه دستور دادند که نشمرید در حالی که رأی داشتن میشمردن و اعمال نفوذ کردند. و بیچاره الگور، آدم بزرگی است الگور در بین دموکرات ها، برنده نشد. آقای جورج بوش پسر رو در واقع رئیس جمهور شد به وجهی که شما خبر دارید. و بسیار اتفاق افتاده است در این قرن بیستم که کشوری دموکراتیک بوده و آمدن رو از طریق رأی و فرایند دموکراتیک کشور رو به یک دیکتاتوری فاشیستی تبدیل کردن. نمونه بسیار 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 مشهورش داستان هیتلر هست. هیتلر وقتی که کودتا کرد دستگیر شد. دستگیر که شد دادگاه گذاشتن، محکومش کردن به 9 ماه زندان. بعد بیرون که آمده میگوید که دوستان ما از طریق کودتا نتوانستیم که این دموکراسی رو سرنگون کنیم، ما بنابراین طریق خود اینها رو میپیماییم و اونها رو هدف گلوله قرار نمیدهیم بلکه اینها رو هدف رأی قرار میدهیم. شروع کردن به تبلیغات و در هر انتخاباتی که میشد نازی ها آدم های بیشتری رو برنده می کردن و می فرستادن به راشتار یا مجلس ملی آلمان باشه و سرانجام دموکراسی رو سرنگون کردن و آقای هیتلر آمد و اون کارها رو کرد. بله که می دونید در کشور خود ما هم سابقه دارد و این اتفاق افتاد در ایران زمین و موضوع مجلس پنجم که خبر داری وقتی که موضوع جمهوری به جایی نرسید که مشروطه رو میخواستن دور بزنن و دیکتاتوری بیاورند میسر نشد. دیدن آقا این نهادهای مشروطه خیلی محکم هستن، به این سادگی نیست مجلس رو هیچ انگاشتن. آمدن و از طریق خود مجلس با رأی مجلس عرض کنند که سیستم را عوض کردن. بنابراین بایستی در واقع نگاه کنیم ببینیم ما راجع به چه فرایندی داریم صحبت میکنیم. امروز در ایران سخن بر سر این است که این آقایان که میگویند که ما میخواهیم انتخابات داریم، ما بیاییم و از طریق همین رأی اینها رو بیاورو بکنیم. این است که دوستان آمدن و صندوق انتخابات آزاد و دموکراتیک مردم ایران رو بنیاد کردن. من میبینم که آقای محمد ملکی و حشمت طبرزدی و سید هاشم خواستار و دوست دیگر ما آقای حسانلو هم عرض کنم که گویا بنیانگذاران این داستان بودن که در واقع کاندیدا رو خودشون معرفی بکنن به مردم، بگن ای مردم شما به ما رأی بدهید، نه اینکه اینا بخواهن به مجلس بروند، بلکه برای نشان دادن اینکه مردم خواستار تغییر هستند و از خودشان آدمهایی میخواهند به ما رأی بدهید. وقتی که تعداد ما زیاد شد ما بعد میتوانیم در واقع مدعی بشویم که حکومت شما اساسا از بیخ غیر قانونی است و چنین و چنان. اینجا
یک مطلب مفصلی هست پیش از این که ما با آقای حسانلو صحبت بکنیم. اینجا من خدمتتون میخونم اگر این عینک یاری بکند. نوشته است بیانیه همبستگی برای دموکراسی. بعد میگوید ما کشوری آسیب دیده اجتماعی هستیم که در طی 3 دهه گذشته کماکان در مرحله توسعه نیافتگی باقی مانده ایم، فقیر شده ایم، معتاد شده ایم، تحقیر شده ایم، صنعت و کشاورزی و خود را از دست داده ایم و به طور کلی از هستی ساقط شده ایم. ما صدها هزار تن کشته در جنگ تحمیلی و ده ها هزار در قتل عام و اعدام ها از دست داده ایم در فساد اداری و شمار اعدام ها و اعتیاد و بیسوادی و بیکاری به رتبه های اول جهان رسیده ایم، ولی در عوض 2-3 هزار تن سران حاکمیت را ابر ثروتمند کرده ایم. من اولین بار میبینم. بله، ما همه خواهان یک حکومت دموکرات بدون وابستگی باورهای ایمانی مردم هستیم که آزادی های مدنی و حقوق بشری همه باشندگان را تضمین کند و شرایط را برای بازسازی خرابی ها و پیشرفت رفاه ملت و سربلندی ملی فراهم آورد. هدف ما در همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران که قشر روشنفکر میهن‌دوست آینده نگر کشور را تشکیل میدهیم، خواسته هایی که برای دستیابی به آنها و نجات کشور ما ابراز و راهکارهای رسیدن به آنها را پیشنهاد میکنیم. ما برای ایران دموکراسی میخواهیم، یعنی فرمان فرمایی مردم بر مردم، برای مردم و با رأی مردم، یعنی یک نظام سیاسی که هیچ گونه وابستگی ایدئولوژی، ابزاری، نژادی یا مذهبی نداشته باشد، یعنی مردم کشور آزاد باشند و هر عقیده و مذهب و فرقه و نظام سیاسی یا اقتصادی باور داشته باشند، یعنی یک نظام مردم سالار بر پایه رأی اکثریت با حفظ حقوق اقلیت و بقیه ماجرا. و در اینجا امضاهای بسیار هست که اینا که بنده که فرصتش ندارم خدمتتون بخونم، و یک گرد همایی هم به عنوان اعتراض به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و برای آزادی، دموکراسی، جدایی دین و دولت و برابری حقوق شهروندان در ایران. این گرد همایی انجام خواهد شد در روز یکشنبه 24 فوریه 2016 از ساعت عرض کنم که 15:30 تا 17:30 در پاریس میدان شاتله نوشته است، یا شاتله یا مترو شاتله، با گفتار شهلا شقیق، مهین شکرالله‌پور، ناصر پاکدامن، فواد صابران، توفیق علال، آندر گاتلون، هدایت الله متین دفتری. آقای حسانلو دوست گرامی ارتباط برقرار کردیم. آقای حسانلو درود بر شما. درود بر شما و همیهنان ما و کسانی که همکاری میکنن با صدای آزادی و عدالت‌جویی شما رو به گوش جهان برسونن. درود بر شما. درود بر شما. خیلی خوشحالم که عرض کنم که تشریف داشتید و با هم صحبت میکنیم. آقای حسانلو، این مطلبی که در دست من هست و موضوعی که به میان آمده جالبه، اما بایستی دید که عملی هم هست یا نه. خیلی خیلی جالبه. من از شما خواهش می‌کنم یک توضیحی در این باب بدهید که این اندیشه از کجا آمد و به کجا رسیده و آیندهش چگونه است؟ حتما. ما هنگامی که من زندان بودم سال 1387، دوستان دیگری ما که بیرون از زندان بودن بعد از اینکه بررسی مختلف کردن، ولی تفرقه و جدایی در بین کسانی که دل برای میهن می‌سوزونن، حالا ممکن افکار متفاوتی داشته باشن اما با نظام ولایت فقیه مخالف هستن و به جای اون نظامی که دموکراتیک باشه، به حقوق انسان‌ها علاقه‌مند باشه و انسان‌گرا باشه بیشتر از همه چیز،
و معتقد به اجرای کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقابل افکار دینی و مذهبی دور هم جمع شدن از منش‌های مختلف و گروه ها، از سندیکای کارگری، از جریان های سیاسی، از قانون نویسندگان، از روشنفکران، کارگران، دانشجویان و حتی از عنوان نمایندگان مختلف این به اصطلاح تشکل هایی که از اونها تعلق داشتن این عزیزان و سند همبستگی رو امضا کردن همون زمان که در سایت همبستگی هم از همون موقع ثبت شد و پس از اون این مسئله که در کشور ما بایستی فقر ریشه کنده شه، حکومت بایستی سکولار و دموکراتیک باشه، این که در کشور ما مردم بایستی تصمیم گیرنده نهایی باشن و یک نفر نمیتونه برای 70-80 میلیون نفر تصمیم بگیره، این که سندیکا و تشکلها و احزاب بایستی آزاد باشن حتما و از همه مهمتر آزادی بیان بدون سانسور و مطلق، همچنین آزادی مطبوعات، آزادی اندیشه، آزادی دیگر اندیش بودن و دیگر باش بودن مثل نظر یاران بود، به همه اینا رو مبتنی کردن بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق همه مردم ایران در سراسر کشور به عنوان اینکه ما بعد از این همه سرکوبی که شدیم توسط این حکومت بتونیم از بازماندگان و کسانی که از جنبش روشنفکری دوران مشروطه، دوران اوج نهضت ملی شدن نفت و تا به امروز هر کسی که نگاه آزادی خواهانه و دموکرات داره در فرایندی بتونیم دوره هم جمع بشیم تا شر این نظام پلید دولت فقیر رو با ابزارها و امکانات مسالمت آمیز دموکراسی و کم هزینه و با یک نیرو و خرد اجتماعی که بتونیم هر کدوم طیف‌های مختلفی رو در کنار هم قرار بدیم، این سند همبستگی امضا شد. در زندان هم برای من دوستان تو هر شکلی که بود به اصطلاح فرستادن و منم به عنوان نفر پنجم این سند رو امضا کردم از همون موقع. بعد از که آمدیم اینجا کماکان که شما در جریان هستید با حمایت از جنبش‌های داخلی مثل جنبش‌های کارگری و اعتصابات و اعتراضات که به وسیع‌ترین شکل خودش هم اکنون رسیده، همچنین اعتراضات معلم‌ها و تسلیم شدن بعضی از یاران ما مثل اسماعیل عبدی، رسول بوداغی و آقای بهشتی لنگرودی و باغانی و هاشمی و بقیه دوستانی که الان در میدان هستند، با تکیه به همون فکر با استفاده از فرصت زمانی که این انتخابات و انتخابات حکومتی راه افتاده به قول مجله هفتگی فکاهای توفیق که اسم انتخابات حکومتی رو گذاشته بود انتخابات، که اول انتخاب میکنن بعد میگوین دارا شما بیایید انتخاب بکنید و یه عده رو میرن پایستن بکنید، ما با همون دوستان و دوستان دیگه هم که از زندان آمدن بیرون مثل آقای تبرزدی، آقای زعیم، آقای باور، آقای ریساخان حاتمی، آقای مفتیزاده، دوستانی در شهرستان ها مثل آقای محمدی، آقای یار احمدی و دختر محمد صدید کبوزند عزیز که بوشون هم کاندیدا شدن جزا همین دوستان به بهانه این انتخابات حکومتی و رفتن و این ثبت نام کردن در فرمانداری بدون اینکه هیچ حدی که مربوط به ولایت فقیه باشد رو قبول کنن، همه رو خط زدن اونی که التزام به قانون اساسی و یا ولایت فقیه بود و یا مدرک تحصیلی که اون همین نوعی نقض حقوق بشر بود و فقط اسم و فامیل و شماره تلفن و آدرس و سن و سالشون رو نوشتند و آمدن بیرون و اعلام کردن به همه دنیا که ما با شرایط دموکراتیک ثبت نام کردیم و حق خودمون میدونیم که خودمون رو به عنوان کاندیدای مردم ایران معرفی کنیم، که یه گام سمبولیک بود که همزمان با این انتخابات حکومتی شروع شد و با اصحاب زیادی در روزنامه های داخل کشور، رسانه های خارج کشور فضای اینترنت ایجاد کرد و خیلی ها دید شدن که چه اتفاقی افتاد و این حرکت از کجا اومد. این ریشه از سال 1387 شروع شده با طیف گسترده که عرض کردم. البته این بیانیه جدید که آمد بیرون دوستانو که جدیدن امضا کردن در سایت خبرگر اسامیشون هست و در قسمت پایین هم اعلام شده که تاریخچه این جنبش از کجا اومده و چه کسانی هموندان اولیه بودن و تا الان به اصطلاح این افرادی که پیوستن در چه تاریخهایی بوده. اساس موضوع این است که الان ما یک صندوق انتخابات دموکراتیک و مجازی رو
در اینترنت با کمک شرکت گوگل و با ارتباطاتی که با نهادهای بشری و حقوق بشری داریم پایه گذاشتیم و کاملا زیر نظارت و حفاظت گوگل هم قرارش دادیم که بزرگترین تشکیلات موتور جستجوگرهای اینترنتی هست و دعوت کردیم از همیهنان ما در هر جای دنیا که هستن اگر با نظام دولت اتفاقی مخالف هستن، اگر با تحریم انتخابات موافق هستن، اگر به هر عنوانی رد صلاحیت شدن و به این قضیه اعتراض دارن و به اعتراض رسیدگی نمیشود و هر دلیلی که سیستم دولت سالو قبول ندارن، میتونن بیان در این صندوق آزاد و دموکراتیک مردم ایران ثبت نام بکنن و همین ثبت نامشون کافی استاره چه به عنوان کاندیدا بیان، چه به عنوان رای دهنده بیان و چه خودشون نمایندگان دیگری رو معرفی بکنن به عنوان نمایندگان راستین مردم ایران که از داخل و خارج از کشور از 8 اسفند بعد این کسان خودشون رو معرفی خواهند کرد. ولی الان چون موازی با این انتخابات حکومتی به شکل سمبولیک یاران ما در داخل کشور شروع به این کار کرده، تا 7 اسفند اسامی عزیزانی که در داخل کشور هستن و کاندید میشن رو ما فعلا داریم ثبت میکنیم و هر یه نفر هم میاد 500 نفر ایشون رو تایید میکنن به عنوان نماینده خودشون و صلاحیت خودشون رو برای که نماینده شروع بکنن بشن و رأی بگیرن از مردم ایران میگیرن، نه از نظارت استقلالی، نه از حکومت ولایت فقیه، نه از شورای نگهبان. و این 500 نفر به عنوان پایه اولیه میشن برای اینکه اون عزیز ما که به عنوان نماینده خودشو معرفی میکنه صلاحیت دارد که عنوان یک نماینده 500 نفره رو از طرف خودش بگذار. و اگر به هر ترتیب عزیزان ما متوجه وجود این صندوق آزاد و دموکراتیک بشن، در یک فضای دموکراتیک و آزاد بدون هیچ دخالتی هر کدوم از همیهنان ما میتونه چه خودشو کاندید کنه چه دیگران رو، منتها مطمئن باشه میتونه 500 نفر دیگر هم به دنبال خودش به این صندوق بکشه. و امتیازش چیه؟ برای اولین بار یک صندوقی پدید اومده که تمام مخالفان، ناراضیان و کسانی که ولایت فقیه رو قبول ندارن، حکومت جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، تحریم میخوان بکنن و هر دلیلی میخوان نشون بدن ما در مقابل این حکومت وجود داریم با کم هزینه ترین شکل، به جای اینکه تو خیابون بدن بدون سازماندهی درگیر بشن، زندانی بشن، گوله بخورن مثل سال 88 و ما که اینجا هستیم با همون تجربه ها اومدیم اینجا. این صندوق رو میتونن مراجعه کنن در سایت خبرگر.co و در سایت رای آزاد.com و اونجا اسم خودشون رو وارد کنن، کافیه یه ایمیل بدن، اسم و فامیلیشون هم بدن همین، و اگه خواستن کسانی هم اونجا معرفی کنن جا براش در نظر گرفته شده و اگه خودشون دوست دارن کاندیدا بشن یک مدرک خیلی ساده اسکن میکنن از یکی از کارت‌های شناساییشون با اینترنت میفرستن و به عنوان کاندید خودشون رو معرفی میکنن و خودشون هم با کمک بقیه ماها که به این نهضت پیوستیم سعی میکنیم برای هر کدوم از عزیزان 500 نفر رو به عنوان پشتیبان از بین همیهنان معرفی کنیم. همه این اسامی چه کاندید بشوند چه اونی که رأی میدهند به عنوان ناراضیان از حکومت ولایت فقیه اینجا ثبت نام میکنن و این تبدیل میشه به صندوق آلترناتیو دموکراتیک قابل شمارش و مورد تایید، چرا که در یک شرکت معتبر اینترنتی زیر نظر سیستم نظارتی و حفاظتی گوگل ثبت نام میشه و گزارش هاش هم به مراجع جهانی و کمیسیون حقوق بشر، شورای حقوق بشر در ژنو و دفترهای احمدشاهی در همین نیویورک خواهیم داد مرحله به مرحله. و این گام بزرگی است که برای اولین بار ما عدد شماره به قول قدیمی ها عده و عده مخالفین نظام ولایت فقیه رو در این رأس دموکراتیک دور هم جمع بکنیم تا بعد از 2 دیگه بشیم مثلا 10,000 نفر، 20,000 نفر. به مرور زمان که بیشتر تبلیغ شه، رسانه ها مثل شما که خودبیننده هستن مورد اعتماد هستن، هر هفته گزارشی از این تلاش بدن مثلا الان در چه مرحله هستیم، چه تعدادی آمدن و بعد از 8 اسفند خصوص اون اصلا هم زمانی با انتخابات داخلی رفت خواهد شد و صندوق دقیقا به شکل صندوق آلترناتیو خواهد شد،
همه عزیزان میتونن ثبت نام بکنن و معرفی بکنن به عنوان نمایندگان خودشون، هر ایرانی که در هر جای دنیا هست و او رو به اصطلاح نماینده خودش میدونه، از جمله عزیزان ما در زندان، مبارزینی که در میدانهای داخل کشور توی تجمعات، تظاهرات‌ها، نماینده‌های کارگری، نماینده‌های معلم‌ها، نماینده‌های هر کسی، هنرمندان، خبرنگاران و در خارج از کشور هم همینطور کسانی که مبارزینی هستند، صاحب نام، صاحب شخصیت و تاثیرگذار مثل خود شما، که عزیزانی که شما رو دوست دارن، این 80,000 90,000 نفری که فقط ما لایک و شیرشون رو می‌بینیم زیر فیلم‌های شما، زیر تصاویر شما، برنامه‌های شما، میتونن شما رو به عنوان کاندید خودشون در این صندوق معرفی کنن و این 80,000 نفر وارد این صندوق بشن و یک ترازوی سنگین بزرگ وجود بیاد که توجه جهانیان، مردم ایران رو و نهادهای بین‌المللی و کشورهای بزرگ رو به خودش جلب کنه، که ما به هر حال یک جای رو پیدا کردیم که در این نقطه میتونیم عدد و شماره همه مخالفان نظام و حکومت رو در کنار هم هر روز هر روز هر روز ثبت کنیم و این یکی ما بشه 10 ما بشه 100 ما بشه 1,000 ما بشه میلیون و این میلیون ها نفر برای اولین بار با عدد و شماره و ایمیل و اسم و فامیل ثبت شده در این جای مطمئن قابل شمارش و استاندارد بین‌المللی داره، به عنوان یک وزنه واقعی و یک صندوق رفراندوم، به عنوان یک رفراندوم دموکراتیک مسالمت آمیز و تایید شده در مقابل کل نظام جمهوری اسلامی بیسته، بدونه که قطره خون از بینی کسی بیاد، اما به جهانیان بتونیم اعلام بکنیم زرد بزنه که ما این تعدادی که در این صندوق ثبت نام کردیم نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه رو قبول نداریم و تعداد ما اینقدر آدم هست که اینجا هستیم و یک نظام دموکراتیک و آزاد و انسانگرا رو به دنبالش هستیم. این قدم اولیست که تازه برداشتیم. بسیار جالب ابداعی است. من پیش از این که با شما صحبت کنیم، البته در مثل مناقشه نیست، اما عرض کردم که داستان هیتلر رو گفتم و اینها در وایمر رپابلیک که اونها فرایندشون کاملا دموکراتیک بود، یعنی اینها فعالیت میکردن، کسی مانع نمیشد و اینها هم روز به روز بر تعدادشون افزوده میشد، تعداد بیشتری از وکلا رو میفرستادن و در اونجا کارشکنی میکردن. مقصود این که یک دولتی بر کار بود که به قانون خودش معتقد بود و راه‌ها رو باز گذاشته بود که مردم فعالیت سیاسی بکنن. امروز در ایران ما مردم دچار رعب و وحشت هستن از دست این آدم کشان این رژیم. فکر میکنید که در واقع این یک عنصر بازدارنده نخواهد بود، ترسی که مردم از این حکومت دارن در ایران؟ اتفاقا با توجه به همین پیشبینی و شکستن همین فرد، این صندوق در اینترنت قرار داره فعلا، این خیابان ها و میدون ها نیست. بله میدونم. یه رأی داده میشه، به توی اینترنت مراجعه میکنن و کسانی هم که به اینترنت تو ایران مثلا بعضی ها دسترسی ندارن یا سنشون بالاست یا خوب نمیتونن کار بکنن، الان گروه های کردن دارن انجام میدن این کار رو، به کسی که اعتماد دارن میان میگن آقا اسامی ماها رو هم با این اسپانی مشخصات لطف کن شما با عنوان نماینده ما اونجا با ایمیل بفرست. برای تعداد زیادی هم شاید نزدیک به بیش از 1,700 نفر به این طریق دستی دهان به دهان سینه به سینه اسمشون رو دارن دست نماینده هاشون. اونها که با سواد بودن به اینترنت دسترسی داشتن، وی پی ان داشتن، اونها اومدن اسم عزیزان رو ثبت کردن در این صندوق و تا الان تقریبا بیش از 3,000 نفر در همین فاصله کوتاه ثبت نام کردن که خوشبختانه اکثر اونا اتفاقا از داخل کشور هستن. جالبه. به خاطر این اعتصابات پیاپی کارگری که همین الان در اصلویه، در پارس جنوبی، در هولدینگ خلیجستان، در ماهشهر، در آبادان، در عراق، حتی در تهران گاه این اعتصابات کارگری رو با داریم و اینها داره به هم نزدیک میشه. تجمع معلمان، تجمع معلمان بازنشسته جلوی مجلس، تجمع کارگران لوله‌سازی، تجمع
کارگران برق که اومدن جلوی مجلس و با شجاعت اعلام کردن ما میتونیم صنعت برق کشور رو بلک آوت کنیم و کل کشور رو در خاموشی و بدون برق فرو ببریم. یعنی الان جنبش ها و اعتراض ها در کتب میدان داره دیگه تعرضی میشه، نه فقط برای که آقا پیمان حقوق عقب افتاده منو بده، شش ماه حقوق عقب افتاده منو بده، الان دیگه داره به جایی میرسه که مردم دیگه از حکومت کاملا دارن ناامید میشن و این آقای روحانی جسمانی هم که اومد بدترن در بدتر شد، تمام وعده هایی که داده بود دروغین شد، کارگرای بیشتری به زندان بردن که مبارزه میکنن، 12 کارگر در شرکت دیمان کارون، 12 کارگر در اصلویه طی همین هفته گذشته دو سه روز دستگیر شدن، اما با مقاومت همکاراشون با ادامه تجمع علاوه بر اینکه خواهان افزایش حقوق و قراردادهای رسمی کار بودن، خواهان آزادی همکارانشون هم شدن که حکومت جا زد چون در وضعیت شکننده حکومت قرار گرفته، بی پولی پدرش رو در آورده، از اون طرف خودشون به جون همدیگه افتادن، قلب و غم سنگین می‌کردن، از این کاندیداهایی که برای انتخابات دولتی آمده بود بیشتر از 8000 نفر رو رد صلاحیت کردن و اتفاقا اینها به موج نارضایتی‌های بیشتر دامن زده و بسیاری از گروه‌های درون حکومتی الان دارن کم کم به صندوق ما مراجعه می‌کنن که مثلا یکی از این عزیزان حتی خودش سرهنگ پاسداری است که در جبهه‌ها ریهاش رو از دست داده، 30% مجهود شیمیایی داره ولی حالا پیوسته به صندوق آزاد و دموکراتیک و عزیزان، فامیل‌ها، دوست، رفیق هست می‌شناسه داره به ایشون رأی میده و هر روز تعداد آراش داره میاد بالا. یا یار دیگری از ما که دکتر دارد، دکترا دارد، جامعه شناس هست، استاد دانشگاه هست، ایشون پیوستن موقعی که این جرم رو دیدن و هر روز ما داریم دعوت میکنیم، تازه شروع شده. تمام کسانی که از ظلم این حکومت به تنگ آمدن یک ضعف قابل تعریف هست که دیدن نمیشه، چون تمام این اسامی که میاد داخل سایت میشه حفظ میشه اونجا و سیستم حفاظتی گوگل هم ازش مراقبت میکنه تا زمانی که 10000 نفر بشن که موقعی 10000 نفر شد با مشورت با خود رای دهندگان در درون شبکه های تلگرامی و بقیه شبکه های اینترنتی که مستقیم با هم در ارتباطی اون وقت اجازه میگیره که این اسامی 10000 نفره بیاد بیرون که همش واقعیه و همه اسامی خودشون رو ببینن و اون وقت حکومت برای ما جلوی کار انجام شده قرار خواهیم داد و الان تمام تلاش ما اینه همیهنان رو به سایت خبرگرد.co و رای آزاد.com دعوت بکنیم که بیان ثبت نام کنن و حتی به هیچ نماینده رای ندن یا هر نماینده که میخوان رای بدن، چون سمبولیکه. مهم اینه که ثبت نام کنن و این تعداد کسایی که به صندوق آزاد دموکراتیک در مقابل صندوق نظام بلاتفاقی اضافه میشن هر روز بیشتر شه تا این کفه ترازو به چیز دیدنی باشه، این عدد و شماره انسانهای واقعی دیده بشه. در نتیجه حکومت فعلا هیچ دسترسی به اسم عزیزان و هر کسی که رو پیونده نداره از جای ترس و وحشتی هم نیست، ولی اینجا این یک وزن اجتماعی که هر روز میتونه با کمک اطلاع رسانی عزیزانی مثل شما بیشتر و بیشتر بشه. بله بسیار جالبه دوست عزیز. آقای اوسالوما وقت نداریم، یکی دو دقیقه. این داستان برداشتن تحریم ها، تصور میکنید که یک تأثیر مثبتی بر وضعیت مردم ایران خواهد گذاشت یا اینکه نه اوضاع به وجه قدیم خواهد بود و اگر پولی هم برسه به جاهای دیگر خواهد رفت؟ به نظر میرسه تا موقعی که حکومت ولایت فقیه به توسط مردم محاصره مدنی نشه و خلق از قدرت نشه، هر پولی که بیاد توی این حکومت میره به دست گردن کلفت‌های سپاه پاسداران، بیت رهبری، برای سوریه و عراق و حزب الله و حماس و شروع بازهای منطقه و یمن و حالا که دیگه قربونش بدن شده 50 تا کشور که اینا توش دخالت کردن. در نتیجه به خاطر ساختار بیمار و حکومتی و به دلیل اینکه حکومت پاسخگو نیست، ما وارد شدن پول تو سیستم کشورمون چیزی رو به نفع مردم نمی‌کنه،
چرا که ما در زمان احمدی نژاد هم همین آقای روحانی هم اولش اومده بود به هر حال 700 میلیارد دلار یا تو همون 7-8 سال پول نفت و گاز رو اینا گرفتن. یعنی به جون که زندگی مردم بهتر شه، سه برابر زندگی مردم بدتر شد. یعنی دلار 834 تومانی شد نزدیک 3670 تومان. در نتیجه مزد دریافتی کارگر و کارمند و معلم و هر مزدگیری در ایران ارزشش به یک سوم کاهش پیدا کرد، قدرت خریدش به یک سوم کاهش پیدا کرد. در نتیجه با بودن و نبودن پول چی بده شده مردم ایران نشد. تازه الان آمریکایی‌ها اعلام کردن ما اگر آزاد شد، و حالا کلی داستان داره که سال نشده، 130 میلیارد دلار هست این پول که آزاد شود، ولی رئیس بانک مرکزی ولایت فقیه میگوید مردم زیاد فکر نکنن این پول آنچنان که به ایران میخواد، اگه به آزاد شد اکثر یه چیزی نزدیک به 30 میلیارد دلار، 28 میلیارد دلار. یعنی هنوز آزاد نشده 400 و خورده میلیارد دلار شنا برای خودشون و سپاهی‌ها و خزینه جنگیشون و دل دوزیاشون کندن. به همین دلیل من چشمم آب نمیخوره که این قضایای تحریم و اینها چیزی به سود مردم بشه. خیلی خیلی سپاسگزارم دوست عزیز. وقت ما در اینجا به پایان رسید. خیلی خوشحال شدم که در برنامه حضور پیدا کردید. امیدواریم باز با شما صحبت کنیم. هموطنان گرامی، صحبت میکردیم با آقای منصور حسانلو. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سپهر و سپاس از شما که توجه فرمودید، برنامه رو میبندیم تا صحبتی دیگر و دیداری دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی. زنده باد آزادی و بدرود. بدرود.